رکورد دیده میشه؟ بله. درست زمان میندازه. بله، با سلام با آقای دکتر فریدون هویدا. امروز 4 آوریل سال 2006، 15 فروردین 1385، در ویرجینیای آمریکا با توافق آقای فریدون هویدا خاطرات ایشان را از دوران کودکی تا مرحله کنونی به شکل ویدیویی ضبط میکنم. این در رابطه با تاریخ شفاهی ایران است که مسئولیت اداره این پروژه با من حمید احمدی است. با توافق آقای هویدا این خاطرات ضبط میشه، چه به شکل ویدیو، سی دی، کتاب. با تعلق به کپی رایت به انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران، خاطرات ایشون در امروز ضبط میشه و ممکنه چند جلسه ادامه پیدا کنه. آقای هویدا، سپاسگزارم که دعوت مرا به عنوان تاریخ شفاهی ایران برای ضبط خاطراتتون پذیرفتید. خیلی متشکرم و امیدوارم که به درد بخوره. سپاسمندم. من پشت دوربین قرار میگیرم و سوالات رو مطرح می‌کنم. آقای هویدا، خواهش میکنم، همینطور که قبلا عرض کردم، من خواستم خواهش کنم تاریخ تولد، محل تولد، ساختار بافت خانواده، زندگی پدر مادر، تحصیل شما در دبستان تا مرحله دبستان رو پایان میبریم، بعد از دبیرستان من سوال میکنم. هر جوری که خودتون میل دارید و فکر میکنید ضبط این خاطرات کمک میکنه در دادن تصویر دوران اون زندگیتون، من آماده هستم. باید عرض کنم که من تولدم در دمشق بوده که پدرم اونجا قنسول ایران بود و بعد رفتیم به ایران، ولی هیچ خاطره ای ندارم، چون 3-4 ساله بودم و بعدش دوباره اومدیم به سوریه و بعدش به لبنان. و وقتی پدرم سفیر شد در عربستان، چون اونجا مدرسه و وسایل زندگی درستی فراهم نبود، ما گذاشت همون بیروت بمونیم و خودش میرفت و تابستان ها میامد. بنابراین راجع به ایران، در ایران اون زمان هیچ خاطره ای ندارم و تمام چیزهایی که میدونم به وسیله همشاگردی‌های ایرانی در لبنان، در بیروت بود. تو اون زمان بیروت یک شهر پیشرفته‌ای بود، مدارس امریکایی، فرانسوی و غیره وجود داشت، نزدیک بود به ایران از لحاظ مسافرت و نسبتاً جای ارزانی بود. اینه که خیلی ایرونی ها می آمدن اونجا. بله. اون وقت پدر شما چند تا برادر خواهر بودیم و شکل تحصیلی که شما فرمودین بیشتر فرهنگ اروپایی بود دوران دبستان این دبیرستان های شما؟ بله. یا فرهنگ عربی زمان بود؟ نه، فرهنگ فرانسه و انگلیسی بود. و البته چون تو بیروت زندگی میکردیم، تا اندازه هم فرهنگ عربی و این چیزا اثر داشت. تا چه سالی در اونجا تحصیل کردین آقای هویدا تقریبا؟ من در سال 1944 دیپلمای دکترا و حقوق در اونجا گرفتم. در کجا؟ در همون بیروت. بیروت. و چیز کردم، تصمیم گرفتم که برگردم ایران سال آخر جنگ و وارد وزارت خارجه بشم و
تز دکترامو بعدن توی پاریس تقدیم کنم و بگذارم. بنابراین در ماه دسامبر 1944 برای اولین بار وارد ایران شدم. البته اولین بار نبود، ولی در سن یعنی که 20 سالگی وارد ایران شدم. شما متولد 1924 هستید؟ بله 1924. پس دبیرستان رو شما اگر 1924 باشید 20 سالگی، در این زمان فقط شما دبیرستانتون هستین تمام بود؟ نه نه، دبیرستان دانشگاه بیروت تمام کرد. بیروت بله. بله. من خیلی زود شروع کردم تحصیلاتم. برادرتون چطور؟ اونم عینن مثل شما تحصیل کرد در اونجا یا فرق میکرد؟ نه امیرعباس هویدا هم برای دبیرستان رو که تموم کرد رفت اروپا. 1939 1939 رفت اروپا. رفت اروپا سال اول جنگ. بله. اول در لندن، یک سال در لندن، سال آخر دبیرستان رو در لندن تموم کرد و از لندن رفت به بلژیک، بروکسل، تو دانشگاه بروکسل. چقدر تفاوت سن دارین شما با برادر؟ 5 سال. دو تا برادر بودین یا؟ بله دو تا برادر بودم. خواهر نداشت؟ نه. اون وقت شما وقتی که ایران آمدین وقت زبان فارسی رو که شما کودک بودین رفتین در کشور عربی، زبان فارسی رو شما چجوری یاد میگرفتین؟ در منزل فقط فارسی صحبت میشون. ادبیات فارسی خواندن نوشتن اینا چی؟ چیز بود. معلم داشتین؟ یک معلم برامون گذاشته بودن و ضمناً دولت ایران یک معلم فرستاد اونجا به علت اینکه محسنین ایرانی بیروت تحت تأثیر تبلیغات چپی قرار گرفته بودن. حالا میگم چرا. بفرمایید. در سال 1936 یک جوان ایرانی وارد بیروت شد که بعد فهمیدیم که این نفر 54 رومینه دسته دکتر ایرانی بود. پسر یک تاجر بازار ایران بود به اسم میری، جمال میری. البته خیلی سنش از ماها بالاتر بود و اون شروع کرد تبلیغات چپی در ایرانی. پدرش تاجر بود و پولی داده بود به شهربانی اون زمان، اینو گذرنامه‌شو نگرفتن و گذاشتنش بره بیروت. و اون موقع سازمان پلیسی مخصوص ایران تصمیم گرفتن که یک استاد ایرانی بفرستن اونجا به عنوان که بچه های ایرانی رو چیز کنه و ضمناً هم مواظب باشه و خبر بده. اسمش بود محمدی، معلم که بعد استاد دانشگاه شد. و بعدن که من به ایران برگشتم خیلی باهاش صحبت کردم و اون گفت که هیچ وقت گزارش منفی نداده بود.